سرخط خبرها. شرایط ما در مجموع از سال گذشته سخت‌تره، اما همه دفاع روحانی از عملکرد دولتش در شرایط تحریم. رئیس جمهوری ایران میگوید فشار حداکثری را پشت سر گذاشته. بحث توافق آمریکا با طالبان در آخرین روز کنفرانس مونیخ. افغانستان به نیت طالبان شک دارد. آغاز شمار شعارهای مورد مناقشه در انتخابات افغانستان. نامزدهای معترض میگویند آرای تقلبی باید باطل شود. و وقت خانه به باغ وحش تبدیل می شود. چالش های نگهداری حیوانات وحشی در بریتانیا. سلام به شما، خوش اومدیم به این بخش خبری زنده از تلویزیون فارسی بی بی سی. یک شنبه است، 27 بهمن ماه برابر با 16 فوریه. ممنونم که با ما هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست خبری لحظات پیش صحبت کرد. اولین نشست خبری بود که آقای روحانی بعد از سلسله ای از حوادث در ماهای اخیر در آن شرکت کرده بود. همکارم کیوان حسینی اینجا با من در استودیوست. کیوان، تو دقیق دنبال کردی که آقای روحانی مشخصا چی گفتن؟ یکی از مواردی که خیلی منتظرش بودن در موردش صحبت بکنه مسائل نارامی های آبان ماه بود. چه گفت آقای روحانی در این باره؟ دو خبرنگار به شکل‌های مختلف سوال رو مطرح کردن در ارتباط با اتفاقاتی که آبان افتاد، و فکر می‌کنم مهمترینش جایی بودش که خبرنگار آمریکایی مجله نیویورکر به صراحت از آقای روحانی پرسید که دقیقاً چند نفر در اعتراض‌های بعد از گران شدن بنزین در ایران کشته شدند، به این دلیل که هنوز هم هیچ در واقع آمار رسمی از طرف حکومت جمهوری اسلامی منتشر نشده در این ارتباط. آقای روحانی شروع کرد به یه سری توضیحاتی، بخشی از آمارهایی که تا الان منتشر شده رو زیر سوال برد. بعد نیست من اینجا یه یادآوری بکنم که ما دو تا آمار کاملا متفاوت داریم درباره تعداد کشته شدگان آبان. یکی حدود 300 نفر هست که عفو بین الملل، یک سازمان مدافع حقوق بشر بر اساس تحقیقات خودش بهش رسیده، و دومیش از طرف خبرگزاری رویترز منتشر شده که 1500 نفر هست به نقل از منابعی که نامشون فاش نشده. آقای روحانی به شکل تلویحی همه این آمار رو زیر سوال برد و گفتش که این آماری که منتشر شده توسط رسانه‌های خارجی آماری نیستش که ما داریم، و گفت که آمار دقیق کشته شده ها در اختیار سازمان پزشکی قانونی هست. در این حال همچنان حاضر نشد بگه چند نفر کشته شده. نه، و باید منتظر موند که ببینیم چی خواهد گفت در سازمان پزشکی قانونی. یه بخش دیگرش که انگار داشت مسیر اتفاقات رو مرور می‌کرد هم به شکل غیر مستقیم هواداران ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه رو تا اندازه‌ای مسئول دونست. در بخشی از اتفاقاتی که افتاده از جمله گفتش که در روز جمعه هیچ نارامی نبوده، و وقتی که این تصویر شکل گرفت که بین سران قوا یک دستی وجود نداره در ارتباط با گران شدن بنزین، برخی از این اعتراض‌ها آغاز شده، که البته دو سوال رو به ذهن میاره. اینکه اصولاً چه رابطه‌ای منطقی هست بین اینکه حالا بین ابراهیم رئیسی و حسن روحانی در این زمینه توافق نظری وجود داشته یا نه با اعتراض ها، و نکته مهمتر دوم این که اعتراض هایی که روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه اتفاق افتاد و باعث شد که تعداد کشتگان خیلی زود افزایش پیدا بکنه، که دیگه اصلا مسئله قیمت بنزین نبود و مخالفت هایی با خود نظام جمهوری اسلامی ایران در اعتراض ها مطرح بود. مسئله دیگه که آقای روحانی توی صحبت‌هاش ازش پرسیدن و بهش اشاره کرد مسئله ساقط شدن هواپیمای اوکراینی هست. چه گفت آقای روحانی در این باره؟ این دقیقاً دومین نکته و مسئله مهمی هستش که بسیاری منتظر بودند تا توضیحاتی را از طرف رئیس جمهور بشنوند در ارتباط با دلایل و جزئیات پنهان کردن شلیک به هواپیمای مسافربری به مدت 3 روز. آقای روحانی دوباره سعی کرد که یک سلسله اتفاقاتی رو آنطوری که از نظر خودش دیده بود رو بیان بکنه، تا اندازه‌ای بگه که مسئولیتی در این زمینه نداشته و مصر بود که بگه که دیر مطلع شده. او گفتش که
چهارشنبه این اتفاق افتاده، در روز در واقع بامداد چهارشنبه که اتفاق افتاده، روز بعدش که در جلسه شورای عالی امنیت ملی بوده، اونجا گفته شده که این یک سانحه بوده. از روز پنجشنبه گفت تردیدهایی در دولت شکل گرفته بوده، نگفتش که منبع این تردیدها چه بوده. در نهایت در روز جمعه به گفته ایشون به آقای روحانی حدود ظهر گفتند به طور رسمی که این هواپیما به شکل به گفته ایشون اشتباهی توسط سپاه پاسداران ساقط شده. باز هم جالب هستش که خود رئیس جمهور از روز جمعه ظهرش مطلع بوده. در نهایت ما میدونیم که خبر و پذیرش این اتفاق هم صبح شنبه اتفاق افتاد. از فاصله‌ای که خود آقای روحانی هم میگه که مطلع شده تا وقتی هم که اطلاع عمومی داده شد، یه فاصله بیش از شاید 20 ساعت وجود داره. یه بخشی از صحبت‌های آقای روحانی که اول سخنرانیش بود درباره فشار حداکثری بود که البته صداش هم آماده است. بذار اول این صدا رو گوش بدیم بعد دوباره برمیگردیم به تو، بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو. برابر همه حوادث سخت، مردم ما در طول سال 98 تا امروز و سال 97 ایستادگی و مقاومت بی‌نظیری رو در برابر فشارهای خارجی از خود بروز دادند و ما علارغم اینکه بدخواهان می‌خواستند امسال با شرایط غیر قابل تحمل مواجه بشیم، خوشبختانه مشکلات ما امسال کمتر از سال گذشته است، علارغم اینکه شرایط ما در مجموع از سال گذشته سخت‌تر، اما همه شاخص‌های ما از لحاظ اجتماعی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی به ما نشون میده که موضوع فشار حداکثری آمریکا رو پشت سر گذاشتیم و بی تردید آمریکایی‌ها امروز به این نتیجه رسیدند که مسیر و استراتژی که انتخاب کرده بودند با محاسبه غلط بوده و نسبت به ملت بزرگ ایران تأثیرگذار نخواهد بود. بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رو شنیدیم. همکارم کیوان حسینی که این مصاحبه رو خیلی دقیق دنبال کرده هم کماکان با ماست. کیوان، بخش دیگه از صحبت‌های آقای روحانی درباره برجام و این بود که در واقع تحریم‌ها چطور بوده و اینها، بیشتر چه چیزی گفت آقای روحانی در این باره؟ در ادامه همین صحبت‌های مهمی که الان دیدیم و گفتش که فشار حداکثری رو ایران پشت سر گذاشته، که باز ناچارم توضیح بدم که نگفت دقیقاً یعنی چی که پشت سر گذاشته، چون به هر حال که این کمپین فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا علیه ایران به پایان نرسیده، تحریم‌ها به پایان نرسیده، همه سر جای خودش هست. اما به هر حال ایشون گفتش که این فشار حداکثری رو دولت ایران به پشت سر گذاشته، که شاید منظورش این بود که اونقدری که باید اقتصاد تحت فشار قرار می‌گرفته از زاویه قضاوت ایشون تحت فشار قرار نگرفته، و گفتش که ایران حاضر نیستش که در حالت ضعف به پای میز مذاکره بیاد، و اشاره کرد به سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، و اونجا در ارتباط با آینده برجام هم صحبت‌های کرد. از جمله اینکه گفت توضیحاتی رو در اختیار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار داده که گویا او قانع شده که مکانیزم حل اختلافی رو که الان اروپایی‌ها فعال کردند پس بگیرند، که در نهایت میتونست به مکانیزم ماشه و فروپاشی کامل برجام منجر بشه. اضافه بکنم که این رو ما داریم الان به نقل از رئیس جمهور ایران میگیم، این صحبتی نیستش که آقای بورل کرده باشه. آقای بورل وقتی برگشت اروپا گفتش که جلسه ای در ماه فوریه هست که در اون جلسه باید تصمیم گیری بشه که قدم بعدی اروپایی‌ها چه باشه. اروپایی‌ها گزینه‌های دیگری رو هم دارند که همچنان میتونه به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، بازگشت تحریم‌های سختگیرانه سازمان ملل و فروپاشی کامل برجام منجر بشه. آقای روحانی درباره این شایعات مربوط به استعفاش هم صحبت کرد و به طور قاطع ردش کرد. این قسمت واقعا جذاب این کنفرانس خبری بود که یکی از خبرنگارای داخلی پرسید ازش، از خبرنگارای نزدیک به جناح اصولگرا. آقای روحانی به شکل مخصوص به خودش میتونم بگم به این سوال جواب داد، یعنی با یک
سطح خیلی قابل ملاحظه‌ای از ابهام در توضیحاتش. گفتش از روز اولی که من به قدرت رسیده بودم با استعفا و کنارگیری مخالف بودم، اما بعد از یه مدت کوتاهی به این نتیجه رسیدم که مخالفت‌های وجود داره و رفتم پیش آیت الله خامنه‌ای و بهش گفتم اگر کسانی هستند که میتونن من بهتر انجام بدن من کنارگیری بکنم. یک جوری به نظر میومد که انگار رفته پیش آقای خامنه‌ای و مثلا غرغر کرده از انتقادایی که میشه ازش، یا به هر حال رئیس رقیبش هم آقای رئیسی و هوادارانش خیلی تند و تیز انتقاد می‌کردن از دولت و می‌کنن تا همین امروز. این اون قسمت اولش بود که شاید اسمش بشه گذاشت استعفای اولی که شاید رفته و آقای خامنه‌ای گفته نه. بعد قسمت دوم گفتش سال 97 یک بار دیگه این کار رو کرده و با اون لبخند همیشگیش گفتش که دلیل این سال 97 رو هم نمیتونه بگه که چرا دوباره رفته پیش آقای خامنه‌ای و گفته که کنارگیری بکنه و گفتش که آقای خامنه‌ای به صراحت مخالفت کرده با هر گونه استعفای دولت و گفته نه تنها تا آخرین ماه‌ها و روزها بلکه تا آخرین ساعتی که شما در دوره ریاست جمهوریتون هست باید در قدرت بمونید. و بعد پشت سرش گفت که این همون موضع خود من هست که همیشه گفتم که باید تا پایان بمونیم و تا پایان میمونیم. به نوعی میشه چه تفسیر کرد که این آقای روحانی دوبار استعفا کرده و هر دوبارش آقای خامنه‌ای باش مخالفت کرد. ممنونم ازت کیوان. همونطور که پیشتر گفتی، یه بخشی از صحبت‌های آقای روحانی به اعتراضات آبان ماه مختص بود. بخشی از این صحبت‌ها آماده است، همکاران هم بردن با هم می‌بینیم. در آبان به اعتقاد من یه علامتی داده شد که علامت غلطی بود، غروب جمعه، یعنی صبح جمعه که بنزین با نرخ جدید به مردم اعلام شد و مردم هم خرید و فروش رو انجام میدادن، ما هیچ مشکلی صبح جمعه نداشتیم، تا ظهر جمعه هم نداشتیم مشکل، تا عصر هم نداشتیم. غروب جمعه یک حرکت هایی شروع شد تو فضای مجازی اول، علامتش این بود که تو این حرکت توافق همگانی نیست، یعنی گویی یه موضوعی هست اختلافیه، یعنی یک شکاف حاکمیتی رو الغا کردن به نادرست و مردم هم بعضی ها فکر کردن که خب یه عده موافقن یه عده مخالفن، حتی بعضی ها گفتن ما یک شنبه صبح این رو بر میگردونیم طرح چند فوریتی میدیم، از یه حرفا به هر حال ذهن مردم رو مغشوش کرد، در حالی که در موضوع آبان و موضوع حامل‌های انرژی تصمیم تنها دولت نبود، تصمیم کل نظام بود، یعنی این تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شده بود، هر سه قوه اونجا حضور دارن، هر سه قوه رأی داده بودن، به اتفاق آرا تصویب شده بود، رهبری اون رو تایید کرده بود، بنابراین این چیزی نبود که تنها دولت باشه، همه با هم کل نظام در این زمینه یک تصمیم اتخاذ کرده بودن و تا صبح یک شنبه این تردید رو مرتب نشر میدادن که اختلاف چند جور نظر هست، تا مقام معظم رهبری که در بیاناتشون تصریح فرمودن در واقع این شبه برطرف شد و رفت کنار، شرایط هم غروب همون روز عادی شد. بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رو شنیدیم. کیوان، بخش دیگه از مطالبی که قرار بود آقای روحانی حداقل انتظار می‌رفت زیاد درباره‌اش صحبت کنه، مسئله انتخاباته که قرار تا چند روز دیگه برگزار بشه. چه گفتن این باره؟ بله، و اتفاقا حتی قبل از اینکه این نشست شروع بشه برخی از رسانه‌های اصولگرا ابراز نگرانی کرده بودند که آقای روحانی در این نشست خبری به گفته اونها به یک نهاد قانونی حمله بکنه که احتمالاً منظورشون شورای نگهبان بود. زمینه سخنرانی 22 بهمن هم بودش که به هر حال انتقاداتی رو آقای روحانی مطرح کرده بود در ارتباط با انتخابات و به همین دلیل به نگرانی‌های دامن زده بود. اما همونطور که خودت هم گفتی، اونقدری که باید شاید مسئله انتخابات مطرح نشد به خاطر اینکه مسئله هواپیما اهمیت بیشتری داره، مسئله آبان ماه هم به هر حال پرسیده شد. آقای روحانی میتونم بگم حرفی که زد در ارتباط با انتخابات مجلس تا اندازه زیادی
آب پاکی رو ریخت روی دست اصلاح طلبان و کسانی که در این انتخابات رد صلاحیت شدند و اعتقاد دارند که با قدرت کافی در جریان انتخابات حضور ندارند. شاید این انتظار وجود داشت از سوی این گروه و هوادارانشون که آقای روحانی به طرفداری از اونها صحبت‌هایی بکنه. یک زمزمه‌هایی شده بود در ارتباط با برگزاری همه پرسی برای مسئله نظارت استصوابی که همیشه منجر میشه به این رد صلاحیت‌ها. اینجا کاملا روشن شد که اگر کسی هم به اون امید بسته بود، بخت چندانی دیگه وجود نداره بخواد این حرفو و این کار رو انجام بده، به خاطر اینکه حتی اشاره هم نکرد به بحث همه پرسی. در ارتباط با رد صلاحیت ها به طور مستقیم هیچ هواداری نکرد، برعکس گفتش که نگرانی که ایشون داشته این بوده که تعداد حوزه هایی که غیر رقابتی هستند به گفته ایشون 70 حوزه بوده در ابتدا، و بعد که اعتراض های بیشتری صورت گرفته و خودش میگفت پیگیری های کرده، نامه نوشته به شورای نگهبان، با همون لبخند همیشگیش سعی میکرد که یک تصویر رو درست بکنه که خیلی فعال بوده پشت صحنه، و تعداد این حوزه ها گفتش که به 44 حوزه غیر رقابتی کاهش پیدا کرده. در اینجا هم حرف عجیبی زد، گفتش همچنان من حتی از کسانی که در همین حوزه های غیر رقابتی هستن خواهش میکنم که بیان رأی بدن و برن به نامزد حزب رقیب در واقع رأی بدن، به اون نامزدی که شاید علاقه بهش ندارن رأی بدن و اون کسی که بهتر هست رو انتخاب بکنن. یکی از خبرنگاران اصولگرا گفتش که شما گفتید این انتخابات نیست، انتصابات هست، که این رو رد کرد، گفتش که من اصلا همچی حرفی نزدم، جمله من این بوده که نذاریم این انتخابات به انتصابات تبدیل بشه. و در واقع انتقادهایی هم که در ارتباط با مسئله شورای نگهبان مطرح شد و گفتش که شما از شورای نگهبان انتقاد میکنید، آقای روحانی در پاسخ گفت مثلا اسم شورای نگهبان رو توی این نشست خبری نیاوردم و شما دارید به من میگید، و به طور کلی تصویری درست کرد که خیلی هم مایل هستش که این انتخابات با مشارکت بسیار بالایی برگزار بشه و کاری بیشتر از این هم نمیشه انجام داد و نامزدهای بیشتری در این انتخابات حضور نخواهند داشت. به هر حال بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو در همین باره داریم، با هم ببینیم. قانون اساسی که امروز پایه نظام ما هست، همه چی بر مبنای اون است، محصول انتخاباته. دولت محصول انتخاباته. رهبری محصول انتخاباته. مجلس شورای اسلامی محصول انتخاباته. هر چه ما داریم محصول انتخاباته. بر این مبنا ما سخن ما اینه که انتخابات برای ما یک اهمیت ویژه و فراوانی داره. اما اینکه در انتخاباتی که پیش روی ما هست ما چه کار میکنیم؟ من وقتی در یه سخنرانی عمومی میام حرف میزنم، مردم باید بدونن که اقدامات قبلی من مؤثر واقع نشده، و اگر مؤثر واقع میشد نیازی نبود که من در سخنرانی چیزی بگم. هر وقت مردم دیدن من در سخنرانی به یک مسئله مهم اشاره کردن، پیشاپیش بدونن من اقداماتی که لازم بوده انجام دادم، به ثمر نرسیده. با هر کی که لازم بوده صحبت کنم، با هر جا که لازم بوده بنویسم، من نوشتم، پیام فرستادم، حرف زدم. و وقتی دیدم به نتیجه نرسیدم، ناچارم بیام به مردم بگم که من یک همچون نقدی را دارم، و اگر نگم به مردم خیانت کردم. من حاضر نیستم به ملت خودم خیانت بکنم، ولی اقدامات. حالا اینکه من هر جا که صحبت میکنم سوابق قبلی رو بگم به کی نامه نوشتم، کجا صحبت کردم، در چه جلسه‌ای بحث کردم، مثلا در شورای عالی امنیت ملی چقدر بحث کردیم، بعد شورای عالی امنیت ملی یک نماینده ای رو فرستاد پیش شورای نگهبان، من بیام همه اینا رو یکی یکی توضیح بدم. من مثلا نامه کی نوشتم به شورای نگهبان، اونا کی به من جواب دادن. نیازی نیست که همه این اقدامات معمولی منه، اقدامات قانونی منه، اقدامات دائمی منه. من باید اقدام کنم، میکنم، یه جایی هم لازم میدونم این حرفم رو، این نظرم رو، این نقدم رو خدمت مردم بگم. بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رو شنیدیم که امروز نشست خبری داشت. ممنونم از کیوان حسینی همکارم که این نشست رو دنبال کرد و برامون جزئیات بیشتر رو گفت.
در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ آینده امنیت اروپا مورد بحث بود. نمایندگان آمریکا اما همچنان بر خطراتی تاکید کردند که به گفته آنها چین متوجه امنیت جهان می‌کند. توافق آمریکا و طالبان هم از موضوعات گفتگو در این همایش بود. کسرا ناجی از مونیخ با ماست. کسرا، امروز در کنفرانس مونیخ چه می‌گذره؟ پریزاد، این کنفرانس امروز تمام شد. حدود یکی دو ساعت اینجا مهمانان اینجا رو ترک کردن، اکثرا شاید یکی دو نفر هنوز باقی مونده باشن. به هر حال کنفرانس تمام شد. کنفرانسی بود که تم اصلیش در واقع امنیت جهان بود، به خاطر اینکه با یک جانبه گرایی آمریکا، رقابت چین و آمریکا، این امنیت ظاهرا و به نظر می رسید که متزلزل شده. و اینجا با صحبت هایی که ما از به خصوص مقام های آمریکایی در مورد چین شنیدیم و این تهدیدی که از سوی چین متوجه امنیت جهانی است، نگرانی ها بیشتر شد از تزلزلی که در امنیت جهانی هست، که ظاهرا اونجوری که من شنیدم از هنگام اوج جنگ سرد به این طرف بی سابقه بوده. در روز سوم و آخر کنفرانس مونیخ، امنیت اروپا در دوران یک جانبه گرایی آمریکا موضوع عمده گفتگوها بود. اما نمایندگان کنگره آمریکا هم اصرار داشتند همچنان بر طبل مخالفت با چین بکوبند و معرفی چین به عنوان یک تهدید عمده به صلح و امنیت جهانی. اینجا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در رأس گروه بزرگی از نمایندگان هر دو حزب که نشان می‌دهد ضدیت با چین به عنوان استراتژی آمریکا تنها مختص به دولت ترامپ نیست. This is about choosing autocracy over democracy. مسئله انتخاب دیکتاتوری در مقابل دموکراسی در شاهراه اطلاعات، یعنی پلیس رو در جیب مصرف کننده های کشورها بذاریم، چون چین اینطوری عمل می‌کنه. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، هم در روزهای اخیر اینجا بود، در این هتل به عنوان سخنران و مهمان، و دیدارهای زیادی هم داشت، بیشتر درباره توافق صلحی که گفته میشه آمریکا و طالبان به اون نزدیک شدن، توافق صلحی که قراره در روزهای آینده جزئیاتش اعلام بشه، توافق صلحی که معلوم نیست افغانها در افغانستان تا چه حد میتونن به اون امیدوار باشن. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، دیروز اینجا از سخنرانان بود و از نگرانیش صحبت کرد، از استراتژی احتمالی طالبان برای استفاده از توافق صلح با آمریکا، به قول او مثل اسب تروا که با آن وارد کابل شود و آن را تسخیر کند. او گفت نیاز به آزمایش نیت طالبان است. سوال مهم این است که آیا طالبان انتخابات را به عنوان مکانیزم اساسی مراجعه به آرای مردم افغانستان قبول دارند یا هنوز به فتح و ظفر فکر میکنند. اما مسئول سازمانی که مسائل سیاست خارجی و خطرات سیاسی را تحلیل میکند میگوید برای رئیس جمهوری آمریکا مهم دستاورد است که بتواند به انتخاب مجدد او کمک کند. The people that aren't involved in this negotiation are the Afghan government and they're here. کسی که در این مذاکرات شرکت داده نشده دولت افغانستانه که الان اینجاست، یعنی اشرف غنی اینجاست، هیئت افغانستان اینجاست و اینها شرکت داده نشدن. اینها خواستار آتش بستند قبل از اینکه هر نوع مذاکره ای صورت بگیره، که این اتفاق نمیفته. ترامپ میخواد قبل از انتخابات بگه که من به جنگ افغانستان پایان دادم، ولی اصلا براش مهم نیست که بعد از آن در افغانستان چه اتفاقی میفته، همونطور که در مورد سوریه و لیبی هم براش اهمیتی نداشت. منافع آمریکا در این بخش از دنیا رو به کاهشه. این امر در دولت اوباما هم صدق داشت، چون یه تغییر ساختاریه. اما ترامپ شدیداً میل داره که بذاره صلح به هر شکلی پیش بره. امروز در حاشیه کنفرانس وزیر خارجه فرانسه به دیدار وزیر خارجه ایران رفت. او در این ملاقات بر لزوم کاهش تنش در منطقه خلیج فارس تاکید کرد و از کاهش تعهدات ایران به توافق هسته‌ای ابراز نگرانی. او خواهان آزادی اتباع فرانسوی شد که در ایران در وضعیت بدی در زندان هستند به جرم جاسوسی. اینجا برای بررسی بیشتر توافق طالبان و آمریکا صحبتی داشتم با صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، و از او در قسمت دوم صحبتام پرسیدم که خط قرمز دولت چیه. قبلا صحبت از این بود که آتش بس باید انجام بشه. این جواب او:
برای ما، برای حکومت افغانستان، هر پیشرفتی که در این پروسه صورت میگیره یک فرصت است و ما میخواهیم که این فرصت ها را از استفاده بکنیم تا بالاخره ما برسیم به روزی که آتش بس باشه. این بار کاهش خشونت چشمگیر ظرف یک هفته که با زمینه را برای آتش بس فراهم بکنه خواست حکومت و مردم افغانستان است. ما واقعا میخواهیم که جنگ به گونه کامل قطع شود و آتش بس و مذاکرات مستقیم بخشای عمده از این پروسه خواهد بود. پس بر اساس آن چیزی که شما میفهمید از این طرح، اینه که اول کاهش خشونت، بعد آتش بس، بعد مذاکرات. اول کاهش چشمگیر خشونت است. کاهش چشمگیر؟ بله. آه. کاهش چشمگیر یعنی چی؟ یعنی حمله بالای مردم افغانستان باید متوقف شود. باید زمینه برای مراحل دیگه که آتش بس است و مذاکرات است باید فراهم شود و طالبا واقعا وادار به این شوند که وارد مذاکره شوند و از جنگ دست بکشند. و آتش بس یکی از شرایطشون است قبل از شروع مذاکره. آتش بس یکی از شرایط اصلی و خواست اصلی مردم افغانستان است و طبعا حکومت افغانستان پافشاری بالای آتش بس منطق چیست که ما این جنگ چند ساله را چند دهه را میخواییم خاتمه ببخشیم پایان چند باید و بعد شروع مذاکرات بین افغان ها کی با کی میخواد صحبت کنه؟ بیگانه موفقیت این پروسه برقراری صلح پایدار وقت صورت میگیره که حکومت افغانستان وارد مذاکره با طالبان شود. ما ببینیم که طالبان چه خواستایی دارن، آیا واقعا اینا تعهد دارن بر ختم جنگ، آیا واقعا میخواهن که بخش از جامعه امروزی افغانستان شوند. شما تردید دارید در نیت طالبان؟ طبعا روز که دیده شود باید ما که تردید در نیت خود نداریم برای صلح، برای آوردن صلح در افغانستان، اما طرف طالب باید نشان بده، تعهد خود نشان بده که واقعا برای صلح و ختم جنگ تعهد داره. ولی این تردید خیلی جدیه آقای غنی. دیگه صحبت از استراتژی اسب تروا کرد، یعنی وارد بشن به بهانه ای و بعد تصاحب کنن. خب در گذشته ما که علائم مشخصی از تعهد طالبا بر صلح ندیدیم، یعنی واقعا در گذشته کارهای را انجام دادن که هیچ نوع تعهدشان نشان نمیده برای صلح در افغانستان. خب دیده شود باید اینا همش موارد است که روی یک میکانیزم جدی نظارتی باید اینا نظارت شوند تا بالاخره جنگ پایان پیدا بکنه. و در مورد گفتگوها شما صحبت از این کردید که شما اول وارد مذاکرات میشین با طالبان که ببینیم چه میخوان. پس در مرحله اول آن چیزی که شما دارید تصور میکنید اینه که هیئتی از طرف دولت با طالبان به مذاکره مینشینن تا راه رو برای مذاکره گسترده تر همه گروه های افغان باز کنند. درسته؟ بله درسته. پروسه صلح مذاکرات توسط دولت باید رهبری شود و پیش برده شود. دولت باعث اصل طرف اصلی قضیه و مشروع قضیه وارد مذاکره با طالبان شود تا ما ببینیم خواستای طالبان برای ختم جنگ و شامل شدن در یک پروسه سیاسی چی است. شما چقدر خوشبین هستید؟ خب ما این فرصت هنوز هم بایست یک فرصت تلقی میکنیم، استقبال میکنیم، اما از خطرات آگاهی داریم، خطرات ما تحلیل میکنیم و ما ظرفیت های اجتماعی سیاسی و نظامی قوی داریم در حال حاضر که بتانیم با خطرات دست و پنجه نرم بکنیم. فکر نمی کنید که آمریکایی ها برای خروج از افغانستان، نیروهاشون برای خروج از افغانستان دارن عجله میکنن، ممکن شما رو در مشکل بزرگی جا بذارند و برن؟ نه، قضیه یا مسئله خروج مطرح نیست. مشارکت ما با آمریکا دوامدار خواهد بود. حضور بیش از 8000 نیروی آمریکایی در افغانستان کاملا واضح است و چارچوب حضورشان واضح است. نخیر، نه، این خروج کامل از افغانستان نیست، بلکه رای حل است برای ختم جنگ کنونی. پریزاد، اینم سریع اضافه کنم که اینجا در جلسه در این کنفرانس امروز صبح از جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اروپا درباره توافق هسته‌ای با ایران سوال شد و چطور میشه این توافق رو زنده نگه داشت قبل از تا و راهی پیدا کرد براش قبل از انتخابات آمریکا. جواب او این بود که ما باید اذعان کنیم، ما اروپا که نتونستیم به تعهداتمون در چارچوب برجام عمل کنیم. و این به نظرم میامد که اولین بار بود که مسئول سیاست خارجی اروپا داره اینجور علنی اذعان میکنه که اروپا به تعهداتش نتونسته عمل کنه. ممنونم ازت کسرا ناجی، همکارم از مونیخ با ما.